بریم ببینیم قضیه ماینش چیه. ببینیم مثلا الان این کاراکتر خفنام بیارم، این کاراکتر دتک، بله خب استارت گیمو بزنیم بریم تا بهتون بگم اینجا چه خبره. سلام برای مرشای کانال دتک، خوش اومدید به کانال خودتون. من سعید جولا هستم، اینم که کانال خودتون و کانال تکنولوژی. طبق روال همیشه یه بازی خفن امروز میخواییم معرفی کنیم. امروز میخواییم به بررسی بازی میر 4 بپردازیم. بله، بازی که یه چند وقتی اومده، شاید بگم 4 ماه یا 5 ماهی که اومده، ما خودمون تازه شروعش کردیم، داریم بررسیش میکنیم. متاسفانه آموزش هایی که من تا امروز دیدم تو اینترنت براش گذاشتن اصلا خوب نبودن، همشون تمرکز کردن رو به دست آوردن کوینش که اشتباه این بازی اصلا درآمد اصلیش تو قسمت NFT هاشه و داره اصلا اشتباه میزنید داداشای عزیزم. میخوایم یاد بگیریم که چجور درست ماینش کنیم. این ویدیو احتمالا 2 یا 3 قسمته چون خیلی بازیش طولانیه. بازی سخته یا آسون؟ متوسط رو به سخت، اصلا آسون نیست. البته اوایلش خیلی ساده است، یعنی اوایلش میتونی بری جلو. یه سری هستن میخوان فقط توش ماین کنن، اونا هم میتونن درآمد داشته باشن، دارید گیج میشید مطمئنم. حالا بذارید عادی تر توضیح بدم. تو این بازی شما یه کاراکتر داری، بعد لولش رو ببری بالا، مثلا برسونیش به لول 40. خب بعد بهت اجازه میده که بری کوینش رو ماین کنی، اون کوینی که ماین میکنی و تبدیل میکنی به کوین خودش. چی اصلا قضیهش؟ شما موقعی که داخل این بازی ماین میکنی دارک استیل به دست میاری. خب این دارک استیل رو هر 100,000 تاش تبدیل میشه به یه دونه کوین دراکو. اون یه دونه کوین دراکو قیمت داره، اونو دیگه میتونی بری داخل مثلا از طریق ومیکس تبدیلش کنی به اکسچنج های مختلف، صرافی های مختلف، تومنش کنی بیاد تو دستت. چقدر روزی میتونم در بیارم؟ از هول و هوش 1 دلار. خب اگر بذاریش فقط ماین کنه برات، از هول و هوش 1 دلار شروع میشه، میره تا هول و هوش تقریبا روزانه 100-150 دلار. 150 رو رایگان به دست نمیاری، باید پول خرج کنی توش. رایگان اونایی که بازی میکنن نهایتش دیگه مثلا به یه درآمد نمیتونم دیگه اینجا روزانه بهت بگم ماهیانه است، چون NFT رو معلوم نیست که به دست بیاری. بازی کلی چالش داره، هر چالشی که اینوری یه جایزه بهت میده. مثلا میگم یه کاراکتر خاصی، یه اسکین خاصی موقعی که به داد اون قیمتش توپه، مثلا میبینی 1,000 دلار قیمتشه. کاراکترها خیلی خفن هم داره. قیمت خود کوینش که دارکو باشه، الان که داریم ویدیو رو ضبط میکنیم هولوش فکر کنم 26.7 سنت، 30 سنت. خب قیمت دارکو هولوش 27 دلار بود. بله اول که اومد تو بازار فکر کنم 4 5 دلار بود، رفت تا 27 دلار، اومد ثابت شد رو 5-6 دلار، بعد یه مدت 1 دلار بود، الان رسیده به 25 سنت. پایین تر نره سلوات. خلاصه اصلا موقع خوبیه که نگرش هم داشت، یعنی یه جورای کوینشو استک کنی. البته ببینیم بازی ها چجوری هم پشمانه شون ماهاییم، یعنی ما هر وقت ازشون بریم بیرون چی میشن؟ با سر میخورن زمین. قیمتشون هم سر همین بالا پایین میشه، هرچقدر تراکنش ها بیشتر باشه خب قیمتش 100% بهتر میره بالا. خب دیگه خیلی صحبت کردیم بچه ها، بریم رو خود بازی بهتون توضیح بدم، سرجم بهتون بگم بازی که میشه ازش درآمد رایگان کسب کرد، منتها رایگانش تو نهایت دیگه مثلا برسه به روزی 2-3 دلار، یا بعد از یه مدت طولانی مثلا 4-5 ماه مداوم بازی کردن میرسی به یه درآمد خوف مثلا خیلی خیلی زیاد که تضمینی هم توش نیست. بازی سختیه، تو لول های بالا ازن میزنن قشنگ نیست و نابودت میکنن. کامنت امروزمون هم چیه؟ میر عدد روبروش خودتی. البته اسم بازی میر 4 دیگه، ولی شما عدد روبروش خودتون بذارید هر چیزی که حال کردید. خیلی ممنون که سابسکرایب میکنید مثل همیشه بچه ها، حمایت هیچ وقت از ما چی دریغ نکنید. بریم بیام شروع کنیم به بررسی بازی میر 4 قسمت اول. بریم بیام. بچه بسم الله الرحمن الرحیم، ویدیو امروز هم شروع میکنیم. بچه خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که دانلودش کنیم دیگه. ببینید بچه رو چندین پلتفرم این موجوده، یعنی اونایی که استیم دارن میتونن از طریق استیم دانلود کنن. آموزشش رو تو ویدیوی بعدی میدیم، امروز فقط رو نسخه موبایل میخوایم تمرکز کنیم. هیچ تفاوتی هم با هم دیگه ندارن، یعنی فکر نکن نسخه PCش و موبایلش تفاوت خاصی دارن. نکته دوم اینه که حتما گذر از تحریم نیاز داره، که ما اینجا میخواییم از سرویس پینگ پس استفاده کنیم که لینکش رو براتون داخل دیسکریپشن میذارم. اگر دوست داشتید برید خریداری کنید، برای ما که جواب داده، ولی برای شما تضمین نیست که جواب بده، اینه که دست خودتونه که بخواین بخرید یا نخرید. خب بچه ها اولین کاری که میخواییم بکنیم خب دانلودشه دیگه. این میر 4 شما باید حتما داخل گوگل پلیتون سرچ کنید.
بیایم اینجا تو گوگل پلی می‌نویسیم میر 4 یا همون میر 4. خب ببین بچه‌ها اینه بازیش، اینه دانلودش می‌کنید، دانلود کردید تو خود بازی هم کلی دیتا باید دانلود کنه، حجمش بالاست، هولوش تقریبا فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم 5.5 6 گیگی میشه. بذارید بریم مثلا حجمش هم نگاه کنیم الان چقدر تا امروز دانلود کرده. اپ اینفو 3 گیگ و 17، بله 2 گیگ هم که تازه دانلود کرده، آپدیت های بزرگی براش میاد سرجم. خب بچه ببینید اولین کاری که میکنیم، خب گذر از تحریممون رو باید باز کنیم که من اینجا خودم گفتم این سرویس ها اتوماتیک اد میشن از طریق اوپن وی پی ان و همون سایتی که بهتون گفتم خودش میاد این پروفایل ها رو بهتون میده. خب من رو پروفایل یکیش کلیک میکنم اول کانکت بشم که بازی بیاد بالا. خب ببینید بچه ها اول که میایین تو بازی، البته بذارید بیام بیرون از اول بریم تو بازی که از ابتدا ببینید. خب این بازی بچه ها گرافیک خوبیه. تو بخش موبایل اگر بخوام بررسیش کنم من به گرافیکش 8 میدم چون برای موبایل خیلی زیاده، ولی تو نسخه پی سی اگر بخوام با بازی پی سی مقایسهش کنم 2 هم بهش نمیدم، 2 هم اصلا زیاده، ولی سرجم گرافیک قابل قبولی داره. لادینگاش هم بد نیستن، برمیگرده به سرعت اینترنتتون و اینکه گوشی که استفاده میکنید چیه. خب همونجور که میبینید الان بازی اومد بالا. ببینید بچه ها اولین بار که بازی میاد بالا، من الان با اکانت گوگل هم ساینین کردم. خب دست شماست با کدوم اکانتتون برید، خب و به خودتون مربوطه. با هر اکانتی تقریبا میشه توش ساینین کرد، استیم میتونه باشه، چیزهای دیگه میتونه باشه، منتها به نظر من اکانت گوگل از همهشون بهتره دیگه. یوزر پسورد ساختن که کاری نداره دیگه، ما میگذاریم این قسمتش. اون نسخه پی سیش البته یکم دردسر داره، اونو تو ویدیوی بعدی براتون توضیح میدیم. خب ببینید تو بازی که میایم الان دوتا کاراکتر خودم دارم، خب که اینا رو قبلا بردم جلو، چون ویدیو جدیده میخوایم یه کاراکتر با هم دیگه بسازیم. یعنی اولین بار که میایم تو بازی میخوای یه کاراکتر بسازی این شکلیه. خب روی این به علاوه کلیک میکنم. ببینید کلاس ها مختلفن دیگه، یا واریور باید بگیرید یا سورسر باید بگیرید، کلاس لنسر و چیزای دیگه. حالا کاری به اینا نداریم بچه‌ها، هر کلاسی قابلیتی داره. بهترین کلاسش واریورش بود قبلا، ولی الان این جادوگراش هم انصافا خوب عمل میکنن. من اکثر کلاساشو تست کردم، هیروی قبلی ما با همینا بوده. امروز میخوایم واریور بسازیم، ببینیم واریورش چطور. خودم بار اول میگیرم اینجا، صورت مورت و اینا رو انتخاب میکنید، یه چهره عادی ولش کنید، حوصله‌اش نداریم، اسمش هم میذاریم، کانفرمو میزنیم. خب این کاراکتر ماست بچا، لولش هم یک نوب سگه. میخوایم بریم بازی کنیم، روی هیرومون کلیک میکنیم، استارت گیم رو میزنیم، باید میسیم تا بازی بیاد بالا. عکس هایی گذاشته، هر کی ندونه میگه دارید چیز گاداوار بازی میکنیم یا دارید یه بازی دیستینی هیروم رو میزنیم مثلا با گرافیکی گذاشته. خب اولش که شروع میکنید یه انیمیشن خوف داره، یکمیش نگاه کنید، اینا افتادن دنبال این دختره رو میخوان بزنن، میزننش، یه نفر میاد نجاتش میده. این بچه ها بالاست و شما هم همین بچه بالایی اید، البته این نه یکی دیگه اید، اسبش هم که در حد فیلم هندی ها میپره. ولش کنید، حوصله نداریم. خلاصه آقا یه فیلمی داره، حالا بعدم ببینید دیگه، اسپویل نشه، خودتون بازی کنید. خب بازی که میاد جلو چشاتون، اولین چیزی که میبینید اینه دیگه، میگه دستو بگیر بالا تا حرکت کنه. خب حرکت میکنید دیگه، این از این، خب میگه برو اونجا، میریم اینجا، اسکیپ میزنیم باز. بچه اینا اسپیریتن، این اسپیریتاش خیلی چیزا ردیفین، این روحن، خب بهت قدرتهای خاص میدن و مثلا یکیشون اکسپی بهت میده، یکیشون هیلت میکنه، یکیشون قدرت بیشتری بهت میده، یکیشون آرمورتو میبره بالا، خلاصه خیلی ردیفه. خب بچه ببینید مهمترین قسمت بازی برای انجام دادن اینه، شما همیشه برای رفتن رو میشنه بعدی کافیه یک کلیک کنید روی اینجا، خودش اتوماتیک میره کاراش انجام میده، همینجوری کلیک کنید روش دیگه، بذارید خودش کار کنه. خب بذارید بریم دنبال میشناش، هر سری عوض میشه دیگه، هی ماموریت های مختلف بهتون میده. این قول زیبایی که میبینید الان تو بازی هم مشاهدهش میکنید، برای اندروید میگم خیلی خوبه انصافا برای اندروید، ولی برای پی سی نه. ببینید ایناش این قوله که الان دیدیمش. خب یه لحظه قبل اینکه جلوتر بریم بچه ببینید روی این به علاوه که بزنید، اینجا میتونید به روی سیستم، خب
آپشن اینجا گرافیک رو میتونی عوض کنی. مثلا من الان میذارمش رو ته تهش، خب من برای اینکه مصرف گوشیم نره بالا میذارمش معمولا رو لو، خب مخصوصا هم موقعی که میخوای ماین کنی باید حتما بیارش رو لو. خب خواستم فقط بهتون بگم گرافیک از کجا عوض میشه. مثلا الان دیگه شد 60 فریم، خیلی بهتره. باز ببین من دوباره رو این کلیک میکنم، دارم اسایمنت بعدیش هم انجام میدم دیگه. همین جوری هی بعد چیکار کنی؟ هی بری دنبال اینا تا لولت بره بالا. لولت اگر از 16 رد شد اون موقع راه پیدا میکنیم به بیچان ولی، یه چیز یه اسم اینجوری داره که میتونی ماینتو شروع کنی. خب و اونجا دیگه پول در آوردن شروع میشه. خب فقط کافیه کلیک کنی، خودش اصلا میجنگه، نمیخواد دست به چیزی بزنی. البته دستی هم میتونی بجنگی، البته لولات بهتره که دستی بزنی اگر میخوای بجنگی، برای خودت راحت تره. خب کلاسی که انتخاب میکنی هم به خودت مربوطه، هر چیزی که حال میکنی. همشون سر تا یه چیزن، ولی خب واریورش یکم باز بقیه شاید بشه گفت همگانی تره. البته من خودم معمولا کلاس واریور هیچ وقت بر نمیدارم تو بازی ها، چون دوست دارم چیزا جدیدو همیشه کشف کنم. خب ببین الان یه دونه از مرحله هاش بود، خب تمام شد. بابت هر کدوم از اینا که تمام میکنی گیفتی بهت میده، ایکس بی بهت میده، دارک استیل بهت میده که بعد تبدیل میشه به کوین دراکو و چیزای دیگه. کلن اصلا تا به لول 40 برسی همینجوری 100,000 تا رو بهت میده، که البته خب 2 سنت بیشتر نمیشه. حالا این 2 سنت میخواد کجا تو بگیره دیگه من نمیدونم. سرجم باید خیلی ادامهش بدید. خب اینا رو بزنیم یه ذره بریم جلوتر. خب ببین خودتونه ای باید کلیک کنید رو این که بره رو ماموریت بعدی. خب اول اینا رو باید بزنیم چخ بدیم، اعصابمون خراب کردن، رفته داخل درخت های چی باگی آخه. خب رو اینا که کلیک کنی بچه اینم به نوعی شبیه اون ماین است، یعنی ماینش هم همین شکلیه تقریبا. خب یه کلنگ فقط دست میده و یه کوین خاص یه جای خاص از بازی میتونی ماین کنی، همه جا نمیتونی ماینش کنی، که الان میرم اونجا ببین اصلا چه خبره اونجا. خب من دیگه این تیکشو نمیخوام برم جلو که داستانیه، اینو دیگه خودتون شروع کنید، برونینش برید تا لول 16-17 که این قسمتی که بهتون میگم باز بشه. الان دیگه بیسیکاش معلومن، البته یه چند تا نکته دیگه داره بعد رو نسخه پیسیش بیشتر جواب میدم. فقط در همین حد بدونید که برید شروع کنید جلو برید تا بهتون بگم بعد قدمای بعدتون چی باشه. خب من بیام بیرون میخوام برم داخل اون یکی اکانتم، بریم ببینیم قضیه ماینش چیه. ببین مثلا الان این کاراکتر خفنام بیارم، این کاراکتر دتک، بله. خب استارت گیمو بزنیم بریم تا بهتون بگم اینجا چه خبره. این بازیش بچه‌ها خیلی خیلی چی بهش میگن پیشرفته است. تو جاهای بالا که میری باید بدونی چه آیتمی بسازی، کجاها بری، بد حمله میکنن بی خود، یه سری آدم روانی هست همینجوری اذیتت میکنن، کلا اصلا مرض دارن. خب خب این کاراکتر اصلی منه، بذارید زوم کنم روش. خب کجا بریم برای ماین کردن، ماین چه شکلیه بچه‌ها. فقط میخوام بهتون نشون بدم که چجوری توش ماین میشه و خیلی ها اصلا فقط ماین میکنن، یعنی کاراکترشون رو لول اپ نمیکنن، که به نظر من اشتباه. چرا؟ این کاراکتر اگه لولش از یه حدی بره بالاتر، یعنی ته تهش بشه، لباس و آیتم های خاص تو بازی مخصوصا پیدا کنید، قیمت خیلی خوبی پیدا میکنه، بعد تو مارکت پلیس رو هوا میزننش. خب بریم روی نقشه، ببین این نقشه است اینجا. خب من دوربین رو جابجا کنم، جدسم باز بشه که بریم روی نقشه. خب ببین نقشه از کجا میاد، این نقشه است. خب یه کلیک میکنیم رو نقشه، ببینید کجا میشه دارکو گرفت. باید بریم روی بیشن تاون، ببین اینجاست بیچن ولی، یه دونه کلیک روش میکنیم. اینجا که اومدی ببین لولت بعد از یه حدی بره بالاتر که راد بدن اونجا. اینجاست ببین، اینجاست میبینید، بعد بریم اینجا. خب من الان زدم، این داره با اسب میره، اینم بذاریم که یکم تونتر بره. اینا رو بهتون یاد میدم بچه، ریس شدن توشه بهتون یاد میدم، ولی خودتون میتونید تا حد خیلی زیادی برید جلو و اصلا سخت نیست. فقط کافیه که روی این ماموریت هایی که بهتون گفتم کلیک کنید و انجام بدید تا لول اپ بشین، چون یه حدی بالاخره باید لول هیروتون بره بالا که بتونید ماین و کارا دیگه تون انجام بدید. خب بریم سریعتر برسیم. اگه لولت خیلی کم باشه نمیذارتت ماین کنی، به اینم دقت کن، یعنی اینجور نیست که اومدی تو بازی مستقیم آقا بیا بریم ماین، نه رات نمیده از یه لول پایین تر. یادم نیست بچه فکر کنم 16 بود. خب
بچه اینجا رو نگاه کنید، اینجا بهشت ماینر هست. ببین چه خبر اینجا، اینا همه دارن ماین میکنن. ببین این گوشه ای ها رو نگاه کن، الان دارن ماین میکنن. میبینی اینا ماین دارن میکنن، نمیتونی همزمان تو با یکی دیگه ماین کنی. اینه که اصلا سر این منابع ماین دعواست همین الانشم. دقت کنید، سه چهار نفر دور مثلا یه چیزی که قرار ماین بشه وایسادن مثل گشنه ها تا تموم کنه سر اینا برن بزنن تو گوشش. بذارید اون جا شلوغه رو بهتون نشون بدم، اینا میتونم پیداش کنم. خب الان تو ذهنت یه سوال میاد، خب چرا اینا رو نزنیم بیاشون ماین کنیم؟ اگه اینا رو زدی، اینا اکثرا لول هاشون وحشتناک بالاست، میزنن قشنگ به چخت میدن همونجا، دو چکت میکنن تمام میشی میری. هر بارم که بمیری از دارک استیلات کم میشه، از پولات کم میشه. اینه که خیلی حواستو باید بدی رو همین قضیه ماین. خب من بذار پیاده بشم ببینیم اینجا چه خبره. خب بچا ببین، این یارو الان داره خودش ماین میکنه، میبینی این داره ماین میکنه. خب من برای اینکه بتونم جاش ماین کنم باید بزنمش دیگه، یا باید بکشمش که جاش ماین کنم، یا بیخیالشم دیگه. ما مجبور میشیم و میزنیم و به چخش میدیم. امیدوارم که تو بازی هم یارو نباشه، یعنی AFK باشه. خب نیستش خدا رو شکر. همینجور میزنیش بچه، اکثرا میذارن ماین میکنن میرن بیرون. حالا میگه خود چرا همیشه نریم بقیه رو بزنیم؟ یکی این که اسمتون بعد در میاد، رپیتیشنتون میاد پایین. اگر رپیتیشنتون بیاد پایین، بعدن کلنهای دیگه ببیننتون لهتون میکنن، یعنی از دور که ببیننت یه دفعه میبینی 10 نفر میریزن سرت میکشنن، پولاتو میبرن. خلاصه وضعیتی اینه که اصلا این کار پیشنهاد نمیشه. دقت هم کنیم کسی اینو انجام نمیده، منم الان دارم انجامش میدم که فقط شما ببینیم قضیه ماینش چطوریه. خب بزن. خب خدا بیامرزتت و عذرخواهی هم از شما میکنیم. خب تمام شد، دادم کشتمش. ببین بچه ها، خب الان من دارم چی کار میکنم؟ این یه نفر دیگه بود اومد زد تو گوش، عجب نامردی بود. دیدی چی شد؟ من اون رو زدم، این خیلی نامرده. دیدی یکی دیگه بود اومد جا من، عجب آدمی ها. بیا بینیم با، بیا بچه زرنگ. پدر اینم در میاره، میش نگران نباش، کسی دیگه نیاد صلوات. او دمای پیدا می اونو زدی، یکی دیگه اومد جاش. بچه اینم AFK هستان، هیروش این پشت بود، من ندیدمش. فکر نکنید الان هستش، اگه بودش الان پدرمو در میورد. لولش فکر کنم 40ه. آره لول 40ه، 4 لول از من بالاتره. اینجا لولش رو می نویسم، می‌بینی؟ خب همینجور میزنیمش، پدر صاحبش در میاریم. بزن. تا تموم شد من سریع باید برم، چون یه نفرم این بره سمت راستم، دیدید مفخور بود دیگه. خب این هم اومد، بزن اینم من بزنم، من این رو اعصابم مونده. بزن اینم بزنم، همه اینم لول بالا. کل لیول هامو رو جفتشون خالی کنم، مفخورها. اصلا پیشنهاد نمی کنم بچه ها این کار رو کنید، یعنی برید بگردید خالی پیدا کنید. ما چون تایم نداریم میگه مجبورم من از روش های غیر اخلاقی استفاده کنم. بلی خب اونو کشتم، مونده این. اینم به چخ سگ بدیم بی تربیت. بچه اینا اگه آنلاین بودن له هم میکردن ها، یعنی 4 لول خیلیه. رو کاغذ میگه همش 4 داز، ولی راحت لهتون میکنن. از لول 30 به اونور واقعا بازی سخت میشه، به صورت غیر عادلانه بازی سخت میشه و اصلا ممکنه پیش چشت بیفته اونجا که رسیدیم. خب بدبخت شدیم، یه نفر این آنلاین شد ما رو دید. خب در میریم. عریفش که نمیشیم، باید فقط در رفت. بند فه آجیب، آجی بند فه. قربون داداش، خدافظ همگی، خوشحال شدیم. خب دیگه فکر کنم در رفتم. این همه تلاش کردم آخرش نامرد اومد زد تو گوشش. بعد از اینا پیدا کنید بچه ها، بیفتید به جونشون ماین کنید.
هر رنگش یه اندازه خاصی بهت ماین میده. من یه نفر تنها میخوام گیر بیارم، پیدا کردم. اوه چرا زدش؟ من نمیخواستم بزنم. عجب بدبختیه. خب بچه این رده، این فوقلاده است برای ماین. بذار اینم نیستش، اگه نیستش من اینو بکشمش. لیول 6 هم روش بزنم و پدر صاحبشو تا میتونم در بیارم. سریعا این بیاد چخم میده، خیلی قویه. بزن بزن بچه این رده. ردا هم میزان بیشتری بهت ماین میدن، یعنی اگه از این ردات بتونی ماین کنی تو یه روز کامل، راحت میتونی 11 12 تا دارکو تو یه روز در بیاری که خارق العاده. چرا رفت اونور؟ خب شروع کن. بچه ببینید اینجا روی اتو ماین کلیک میکنیم، شروع میکنیم ماین کردن. الان داریم ماین میکنیم بچه. خب وقتی که تموم شد وای میسه هیروت کنار و دیگه ماین هم نمیکنه. حالا یه سوال، من اگه از بازی برم بیرون چی میشه؟ من ماین میکنم یا نه؟ نه دیگه ماین نمیکنی. چی کار میکنی برای اینکه یه همچین حرکتی بزنی؟ ببین این گوشه صفحه، خب اینجا بعد یه مدت که بازی نکنی خودش میبره تو حالت اسکرین سرور، یعنی میذارش گوشیت همین شکلی بمونه و برات ماین کنه. موقعی که اینترنتت قطع بشه میای بیرون. الان همجوری داره دارکو میده، میبینید دیگه. ببین من هر بار که دارم میزنم نگاه کن این پیغام اینجا رو. ببین 8 ثانیه 7 ثانیه هر 10 ثانیه چقدر داره دارکو من میده. یه لحظه وایس. 113 تا دارک استیل بهم داد. دیدید هر 100 هزار تا از اینا میشه چی؟ یه دونه دارکو. البته این رد اون بچه ها، این خیلی خفنه. 106 تا الان داد، یعنی من الان داخل 100 ثانیه 1000 تاشو به دست میارم، درسته؟ دیگه ببینید تو 1000 ثانیه چقدر میشه، 10000 ثانیه چقدر میشه، یعنی تو یه روز کلی میتونی در بیاره اگر گذرت بینا بیفته. وقتی هم که تموم میشه همونجا وای میسه هیروت، خب تکون نمیخوره تا موقعی که دوباره این سنگه بیاد، دوباره هم همیشه میادام و دوباره شروع کنه به ماین کردن. خب تا این داره ماین میکنه، من این چیه یه دفعه ظاهر شد اینجا؟ باگ بازی ها بچه، این باگ بازیه که یه دفعه طرف ظاهر میشه. این مرده اصلا ولی یه دفعه ظاهر میشه. خب ببین الان تموم شد، من روی این آتو ماینمون زدم دیگه. خب هر وقت که دوباره بیاد شروع میکنه اتوماتیک به ماین کردن. ببین مراحلی که میخوای انجام بدی و اینجا همیشه میاد که یک کلیک میکنی روشون انجام میشن. روی این به علاوه که بزنی رو کرکترت بیای انکویپمنت، اینجا کل آیتماتو میاره. این آیتما هر کدومش قیمتی داره، بله اینا همشون قابل فروشن، اینا همشون قیمت دارن. هر آیتمی که تو این بازی به دست بیاری بالاخره یه دونه پولی پشتشه که بابتش میتونی دارک استیل بگیری و دارک استیلاتو مثلا به دارکو تبدیل کنی. خلاصه این مطلب این که خیلی خفنه، برید شروع کنید تا ویدیوهای بعدی رو براتون بگیریم که حرفه‌ای تر رو نسخه پی سی رو مراحل دیگه‌اش بریم جلوتر. خیلی از مراحلش ممکنه گیر کنید، اونا رو براتون توضیح میدم. خلاصه بچه‌ها میصرفه شروع کنیم یا نه؟ اگر پلیری میدونی بلدی بازی، بله بسم الله. اگر که زیاد حوصله نداری وقت نمیتونی بذاری، نه، چون این بازی زمان زیادی میخواد برای رسیدن به یه همچین جایی تا لول تو ببری بالاتر، یه حوصله میخواد بالاخره. ضمن اینکه گذر از تحریمت همش باید روشن باشه، اینترنت باید همش روشن باشه، سر باید بزنی یه کسی مثل من نیاد اینجوری به چخت بده. خلاصه اینکه همیشه باید حواست باشه که داری چیکار میکنی. خب تا بچه ویدیوی بعدی که روز شنبه باشه که باز یه حرکت جدید میخوایم براتون بزنیم، بهتون نمیگم موضوعش چیه، دوستتون دارم. یا علی خدافظ همگی.